در میان فشار گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران به دولت عراق، گفتگوهای راهبردی بغداد واشنگتن پایان گرفت. گفتگوهایی که بخش عمده آن آینده نیروهای خارجی در عراق و بررسی اوضاع امنیتی این کشور بود. در پی نشست مجازی استراتژیک عراق و آمریکا، مقامات دو کشور در بیانیه مشترک از تغییر نقش نیروهای خارجی در عراق خبر دادند. طبق بیانیه، ایالات متحده نیروهای نظامی عملیاتی خود را از عراق خارج می کند و تنها نیروهایی که در قالب مشاوره‌ای و آموزش نظامی فعال هستند برای پشتیبانی نیروهای عراقی باقی خواهند ماند. تصمیمی که البته زمان اجرایش مشخص نشده. قاسم عرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در نشستی خبری اعلام کرد یک هیئت فنی در آینده جدول خروج این نیروها را تنظیم خواهد کرد. خبری که از سوی گروه‌های تحت حمایت ایران مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. اسوسییتد پرس در گزارشی از نامه نخست وزیر عراق و هشدار در خصوص فعالیت گروه‌های مسلح نزدیک به ایران پرده برداشته. طبق این گزارش، مصطفی کاظمی تهدید کرده مشخصاً اعلام خواهد کرد چه کسانی از این گروه ها حمایت می کنند. گروه های غیرقانونی که با ایجاد نمایش نظامی در خیابان های بغداد و تهدید دولت از یک طرف و از سوی دیگر حملات راکتی و بمب کنار جاده ای علیه نیروهای خارجی بارها به دولت کاظمی فشار آوردند تا مصوبه خروج نیروها را اجرایی کند. تصمیمی که در داخل عراق مخالفان زیادی دارد. ساعتی قبل از برگزاری گفتگوهای استراتژیک، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق در نشست خبری صراحتاً اعلام کرد شرایط امنیتی عراق و ادامه تهدید ترور نیازمند حضور نیروهای خارجی است. با اینکه گفتگوهای راهبردی از تغییر نقش نیروهای خارجی و بررسی خروج آنها از عراق خبر داده، اما ادامه واکنش و تهدید رهبران گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران از یک طرف و مخالفان خروج این نیروها از سوی دیگر نشان دهنده حل نشدن بحرانی است که مسئول پایان دادن به آن دولت عراق است و قربانی آتش تنش‌های احتمالیش شهروندان این کشور. تروسک صادقی، ایران اینترنشنال، اربیل.